سید احمد شمس، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از آنکارا همراه ما هستند تا پیرامونه این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. آقای شمس سلام و عرض ادب. آقای شمس، در رابطه با تحقیقات منتشر شده سازمان ملل پیرامون جنگ اسرائیل و فلسطین لطفاً تحلیلتون رو بیان بفرمایید. با سلام و درود خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام. همونطور که در گزارش اشاره شد، کمیته تحقیقاتی مستقلی تونسته گزارش کاملا منصفانه و مطابق با واقعیتی رو ارائه بده. ما خوشبختانه امروز در عصری زندگی میکنیم که دنیا سعی میکنه حقایق رو پوشش بده، در حالی که در دو سه دهه گذشته یادمون نمیره در شرایطی که فلسطین مورد حملات بیامان اسرائیل قرار میگرفت، مناخم بگین از مسببین کشتار دیر یاسین، شیمون پرس، اسحاق رابین طی چندین جایزه صلح نوبل دریافت کردند. اما در عصر حاضر بنیامین نتانیاهو هم از سوی دادگاه بین المللی کیفری لاهه به عنوان جنایتکار جنگی معرفی میشه و هم توسط نهادهای مختلف بین المللی شماتت میشه. دبیر کل سازمان ملل متحد رفتار اون رو نکوهش میکنه و حتی ما شاهد اون هستیم که بعضا توسط حامی اصلیش آمریکا رفتار او رو نکوهش میکنن. این من به نظرم حکایت از این داره که دنیا خوشبختانه به یک بلوغ فکری و به یک پختگی رسیده و شرایط رو کاملا درک میکنه برخلاف گذشته. اما یک نکته ای رو هم نباید فراموش بکنیم که امروز متاسفانه شاهد اون هستیم که در طرفدارای هر دو سوی ماجرا سانسور و عدم انتقال حقایق وجود داره. ما وقتی همین خبر رو امروز مشاهده کردیم، کافی امروز شما یه نگاهی بکنید به برخی از حامیان حماس، میبینیم که فقط انعکاس داده شده که یک گروه مستقل تحقیقاتی اسرائیل به عنوان جنایتکار جنگی معرفی کرده و اسمی از حماس نمیبره. یا در چند روز گذشته وقتی دبیر کل سازمان ملل متحد هم اظهارات مشابهی داشت، فقط اشاره شده بود به اینکه ایشون اسرائیل رو محکوم کرده، در حالی که نباید نادیده بگیریم آنچه که امروز شاهد کشته شدن تقریبا 40,000 فلسطینی در باریکه غزه هستیم. آغاز ماجرا توسط حماس و جهاد اسلامی بود و قطعا حماس و جهاد اسلامی در این جنایاتی که امروز داره رخ میده شریک هست. پس بنابراین دنیا امروز داره به دو طرف ماجرا منصفانه نگاه میکنه. اگر اسرائیل عامل جنایت هست، نباید آنچه که موجب به وجود آمدن این جنایت بود که ماجراجویی حماس و اسرائیل و حامیان پشت پرده و اصلی اون بود، نباید اینها فراموش بشه. خوشبختانه امروز دنیا به این حقیقت رسیده، 140 کشور دنیا کشور مستقل فلسطینی رو به رسمیت شناختن. اگرچه این ماجرای 7 اکتبر به این سو بسیار خونین و دوباره مشکلات فراوانی کرد منطقه را، اما امیدوار هستیم نتیجهش به منجر بشه به تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل که هر دو واقعیت های موجود این منطقه هستند، تا از این راه گذر پس از چندین دهه جنگ و خونریزی به پایان برسه و شاهد منطقه ای آری از جنگ و خونریزی و صلح و صفا باشه. بله، با تشکر از سید احمد شمس، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی که از آنکارا همراه ما بودند.